رویای سفر به مغولستان از خیلی سالها پیش به ذهنم اومده بود، ولی توی این مدت هیچ وقت این سفر جور نشده بود. بالاخره شرایط رفتن به این سفر مهیا شد. بعد از گرفتن ویزا، تهیه بلیط، آماده سازی و تهیه لوازم لازم، به اولانباتار، پایتخت مغولستان اومدم. اولانباتار به زبان مغولی یعنی قهرمان سرخ. قهرمان سرخ یا اولانباتار با جمعیتی حدود 1.5 میلیون نفر بزرگترین شهر و پایتخت کشور 3.3 میلیون نفری مغولستان است که در مرکز این کشور قرار گرفته. مغولستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا در شرق آسیا است که تنها با دو کشور روسیه و چین هم مرز هست و راهی هم به دریا نداره. مغولستانی که زمانی بزرگترین امپراتوری دنیا بود و نزدیک به 18% دنیا رو در اختیار داشت، امروزه به یکی از ناشناخته ترین کشورها تبدیل شده. ولی چنگیز خان کماکان بزرگترین قهرمان این سرزمین و مردمانش هست. قهرمانی که تندیس و تصویر اون در همه جا دیده میشه. در 54 کیلومتری اولانباتار مجموعه‌ای بنا شده که شامل موزه و تندیس چنگیز خان سوار بر اسب است که این تندیس با ارتفاع 40 متر که از جنس استیل هم ساخته شده بلندترین تندیس سوارکار در دنیاست. این مجموعه و تندیس در جایی بنا شده که طبق افسانه ها چنگیز خان یک شلاق طلایی پیدا میکنه و تندیس به طور نمادین به سمت شرق و زادگاه چنگیز خان ساخته شده. در زیر این تندیس یک موزه نه چندان بزرگ قرار داره که مغولستان رو طی دورانهای مختلف تاریخی نشون میده. چنگیز خان که اسم اون قبل از گرفتن لقب چنگیز خان تموجین بود، بنیانگذار اولین امپراتوری مغول بود که بعد از مرگش این امپراتوری به بزرگترین امپراتوری تاریخ تبدیل شد. امپراتوری که در اوج خودش از چین تا لهستان امروزی وسعت داشت. هرچند که چنگیز خان برای مردمان مغول فردی بزرگ است و یا مثلا برای اویغورهای بودایی پادشاهی قوچو فردی آزادی خواه بوده، ولی اسم چنگیز خان و امپراتوری مغول در دیگر مناطق دنیا مساوی است با جنگ و تجاوز و ویرانی، به طوری که مورخان قرون وسطا و مدرن از فتوحات چنگیز خان به عنوان یک ویرانی بی سابقه یاد می‌کنند که باعث تغییر جمعیتی اکثر کشورها شد. جالبه بدونین که چنگیز خان قبل از حمله به ایران بسیار علاقه‌مند بوده که با ایران که اون موقع خوارزمشاهیان بودن رابطه تجاری و دوستانه داشته باشه به عنوان یک شریک تجاری در جاده ابریشم. ولی وقتی حاکم شهر اوترار یا همون فاراب کاروان و فرستاده مغول‌ها رو غارت می‌کنه و کمی بعد فرستاده‌های چنگیز خان رو که برای گفتگو به فاراب اومده بودن رو گردن زد، چنگیز خان هم به همراه بهترین ژنرال‌ها و پسرانش به ایران حمله کرد که این حمله به ایران سرآغاز کشورگشایی‌های مغول‌ها تا اروپا شد. فکر می‌کنم که اگر مهمون نوازی ایرانی‌ها که شهره عام و خاص است شامل فرستاده‌های چنگیز خان هم شده بود، تاریخ طور دیگه‌ای رقم می‌خورد. چنگیز خان در سال 1227 میلادی در سن حدود 70 سالگی به مرگ طبیعی فوت می‌کنه و بنا به خواسته خودش هیچ مقبره‌ای از اون به جا نمی‌مونه. بعد از 2 روز در پایتخت، صبح زود بعد از جا دادن اسباب‌ها توی ماشین، این شهر رو به سمت شمال و غرب کشور ترک کردم. همراه با راهنما، راننده، آشپز و دوستی که در این سفر همراهیم می‌کنه. اولانباتار همیشه صبح‌ها ترافیک سنگینی داره. خلاصه بعد از خلاص شدن از ترافیک، وارد جاده شدیم. جاده‌هایی با چاله‌های فراوان که کمی جلوتر تبدیل به جاده خاکی شدن. شهر هم خیلی زود تموم شد و فقط گهگاهی آبادی‌های کوچیک و گله‌های گاو و اسب و گوسفند بودند. راننده میگفت که حدود 100 کیلومتر جاده به همین صورت خواهد بود. ماشینی که باهاش سفر می‌کنم اواز روسی است که مرگ نداره و همه جا هم میره. مقصد شمال مغولستان است. میرم برای دیدن یکی از بدوی‌ترین قبایل دنیا به نام قبیله ستن. در شمال کشور، در نزدیکی دریاچه خفسگل، در نزدیکی منطقه سیبری روسیه. بابا
اومدیم به یک منطقه‌ای که جلداران اسب هستن اینجا و یکی از بهترین شیرهای اسب در اینجا هستش طبق گفته راهنما و وایسادیم که هم یه خستگی در بکنیم و همین که یکم از این شیر اسب امتحان بکنیم و بسیارم خوشمزه هستش. من قبلا در قزاقستان امتحان کردم. بهش میگن کومیز و اگه این شیر اسب یکم بمونه تولید الکل میکنه و مثلا اگه شما دو سه تا کاسه بخورین یکم سرتون گرم میشه. بله چهار لیتر و نیم کومیز گرفتیم. شیر اسب. به به. مزه‌ش اگه بخوام تعریف بکنم تقریبا یکم شبیه دوغ هستش. یکم شبیه دوغه. از این اگر دو تا لیوان، دو تا سه تا لیوان آدم بخوره یکم سرش گرم میشه. یه ذره الکل داره. یکم بیشتر هم بمونه الکلش بیشتر میشه. It has 5 levels, okay? Yeah. 1 year no, 1 day old, 2 days old, 3 days old, 4 days old, 5 days old. 5 days old is like alcohol, like vodka. Okay. Oh yeah. But we don't drink it. It's not good for your health. No. So 1 day old is perfect. Yeah. It's like it. It's good for health. Yeah. Good for everything. Yeah. بعد از امتحان کردن شیر اسب یا همون کومیز به راهمون ادامه دادیم. مغولستان کم تراکم‌ترین کشور دنیاست و این به این معنی است که وسعت این کشور به نسبت جمعیتش بسیار بزرگ هست و این یکی از دلایل اصلی است که مغولستان رو به یک کشور بک و بی‌نظیر تبدیل کرده. جاده های باریک و طولانی، استپ های سرسبز و تپه های کوچیک و بزرگ، کوه های نچندان مرتفع، گله های اسب، گوسفند، گاو و بز و گهگاهی هم چند چادر و یا یورت که متعلق به دامداران بودند به چشم می خوردن. گاهی هم نهرهای پیچ در پیچ آب رو در کنار جاده می شد دید که هم مسیر با ما از شرق به غرب می رفتن تا که به طولانی ترین رودخونه مغولستان بپیوندن. رودخونه سلنگه که بعد از عبور از این کشور وارد روسیه و در نهایت هم به دریاچه بایکال ریخته میشه. عمیق ترین دریاچه دنیا. تمام روز رو تو جاده بودیم تا اینکه به شهر کوچک مرون رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز به سمت شمال حرکت کردیم. مقصدمون روستای سگنور بود. حدود 10 کیلومتر از شهر دور شده بودیم که هوا بارونی شد و برای مدتی هم بارید. داشتیم به منطقه تایگا نزدیک می شدیم. طبیعت بسیار زیبای مغولستان و شوق رفتن برای دیدن قبیله ستان در منطقه بی نظیر تایگا منو مات و مبهوت و هیجان زده کرده بود. به بیرون نگاه می کردم و لذت می بردم از این همه زیبایی و گهگاهی هم با راننده و همسفرام صحبت می کردم و هیچ فکر نمی کردم که در چند ساعت آینده به دردسر بزرگی خواهیم افتاد. هفته آینده در ادامه سفر به سمت قبیله ستن از این دردسر خواهم گفت.